این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته‌های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. به نام خداوند جان آفرین. حکیم سخن در زبان آفرین. اگر آلود دامانید، اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. پهلوانان، قهرمانان، هنرمندان و هموطنان عزیز، خدا یار و نگهدارتان باد. رفته بودید بادنجان، بادنجان نمیدید؟ آن میگه بادنجان، بادنجان نمیدیدم. مزید شما از بادنجان و خودنجان چلو خودم آقا خواهش میکنم از این زمان بابا کلا همسن، کلا همسن آقا من
مسافرت رو بابا دوربین دستش بود. از بچگی ما فیلم داریم، از وقتی که من 7 ماهمه، از اونجا شروع شد که این دنبال ما می اومد، فیلم می گرفت، همه چی رو ثبت می کرد، سند می کرد، نگر می داشت بسن واسه خاطرات آینده که یاد بودی باشه. یه خاطره که خیلی برام جالب بود، رضا تقریبا تو سنهای نوجوانی بودش، بعد اون اوایلی بودش که این لوازم الکترونیکی و اینا توی ایران اومده بود، حالا یا زیاد شده بود. به هر حال رضا یه دونه ضبط صوت خریده بود، رادیو ضبط صوت خریده بود، من فکر کنم سونی بود احیانا. بعد یه روز یادم که اومده بودم خونه ما، بعدن این رادیوش هم خودش آورده بود و ضبطش هم آورده بود، آهنگ می‌ذاشت و اینا. دیگه خیلی جالب بود برای من که چجوری رادیوش هم رضا با خودش آورده. من مدرسه بودم، بابا گفتش که اگر میخوای پرکتیسیر کنی پراو میتونی بیای پیش خودم. گفتم باش. رفتم چند هفته پیش بابا کار میکردم، خلاصه حوصله‌ام سر میرفت، کار زیاد نبود، میشستم همینطوری دیوار نگاه میکردم. بعد از یه چند روزی بابا دید که من حوصله‌ام سر رفت، گفت ببین تو یه کاری بکن، برو پیش آقا جلال نخوسیا ازش بگیر. رفتم قشنگ سکونگاتن رو رفتم، اسیاتگاتن گرفتم، رسیدم فلکنگاتن، آقا جلال رفتم پیش آقا جلال. بابا گفتش که من زود بیام اینجا دنبال نخودسی ها. آقا جلال هم گفت باشه تو 5 دقیقه اینجا بایست، من هم وسط نخودسی ها میام. آقا این 5 دقیقه شد تا 6 شب من اونجا نشستم همینطوری دنبال نخودسی ها. ساعت 6 شب آقا جلال گفتش که ببین نخودسی ها تمام شده، به بابات بگو تمام شده. گفتم بابا نخود سیاه تموم شد. گفت باشه دست درد نکنه. والا یکی از خاطرهای جالبی که از داشتن دارم، تازه اومده بود آلمان، بعد
از فرودگاه فرانکفورت که با ماشین سوار شدیم بیایم به طرف کلن. بعد وسط را نشستیم یه جای غذایی خوردیم و شاد خالی نوشیدنی و خلاصه همه چی تکمیل. و بعد داداش هم گفتش که داداش اینجا دستشویی مشویی برنامه چجوریه اینا؟ من گفتم خب دستشویی اینا دیگه اونجا هستشیه میشه تو اونجا رفت و اینا. خلاصه دیدم با هم رفتیم اون جلو. بعد قاعدتا تو اینجا هم اگه دیده باشی پولیه دیگه، مثلا یه پولی میگیرن که طرف بره تو توالت عمومی استفاده ازش بکنه. خلاصه اینم رفت طرف دستشویی و یه نگاه کرد و یه خور اونجا رو خون دید که این نوشته 50 فینیک مثلا اون موقع یه دونه. یه خور بالا پایین کرد، من دیدم هی دست و پا میکنه یه پا دو پا میکنه. گفتم چی شده؟ گفت داداش اینجا پولیه. من گفتم نه 50 سنت 50 فون. یه خور بالا پایین کرد، زب در حساب کرد، به پول ایران حساب کرد و اینا، دید مثلا میشه چه میدونم 200 تومن 300 تومن. گفت نه حالا زیاد ضروری هم نیست میریم. گفتم بابا بیا برو دستشویی. گفت نه ولش کن بابا، این حالا همچین ضروری هم نیست دیگه. خلاصه دیگه ما باش گفتیم بابا این پول این رقم زیادی نیست، شما فکر میکنی زیاده. ولی آره یه خاطره جالبی بود که یه خاطره خوب از رضا دارم. و اوائل که اومده بود شب خوابش نبرده بود، یه خودکار ما داشتیم، این خودکار خراب شده بود، تا نصف شب نشسته بود این خودکار رو که فنرش در رفته بود دوباره جاسازی کرده بود. یعنی که ما که صبح خواب شدیم رضا بعد دیدیم خوابالوه، گفتیم که چرا خوابالو هستی نخوابیدی؟ گفتش که من خوابم نمی برد، تا نصف شب داشتم این خودکاره رو این فنرش رو جا مینداخت. یه خاطره خوبی که رضا دارم و هر موقع من دست به ورق بازی میزنم، این صحنه این که بابات این ورق رو توی دهنش میذاره و بدون اینکه شخص شاید اون ثانیه متوجه نیست و بعدش موقع بازی آدم نگاه میکنه میده چرا بابا ورق رو گذاشته توی دهنش، متوجه میشه که هفخاجه. یعنی یکی از خصوصیاتی که داره و توی یکی از مهمونی ها و دلب یک ساحلی بود که این کار اولین بار که کرد و اون موقع من متوجه شدم عوض میخوام این کلمی که توی دهن میذارن منظورش چیه. این خاطره که من بابا دارم، شوخی البته. امیر جان من بابا تو 20 سال پیش خدا بیامرزه پدر بزرگ فوت شده بود. بعد بابا تو یه روز رفتم توی باشگاه آتن، دیدم که یه دونه آقایی داره اونجا ورزش میکنه تک و تنها داره نرمش میکنه. بعد چه نرمشی هم میکرد یه ریشو. اون زمان هم ما توی آتن با یه موش حزب‌اللهی مشکل داشتیم. بعد این هم اومده بود اونجا و برای بازی رو انداخته و بیرون داشت ورزش میکرد. من فکر کردم که حزب‌اللهی رفتن تیمشون یه دونه مثلا یه قویشون آوردن تمرین میکرد و گردن کار میکرد و چرخ میزد و این حرفا. خلاصه یه دو جلسه بعد دیدیم که این آقای ریشو که اسمش هم آقا رضا بود دیگه ریشاشو زده بود خیلی ترتمیز و شیک و این حرفا اومد و حتی داره اون شوخی میکنه. اه دیدیم نه خیلی نه شوخی جدی داره شوخی میکنه. خلاصه الحمدلله خیلی راحت شدیم این حزب‌اللهی نیستش. خلاصه با هم رفیق شدیم این حرفا و بعد یه دفعه دیدیم که همین آقای حزب‌اللهی یه شب برا دعوت کرد به عرق. این از بالا یه خلاصه دعوت که به عرب بود جاد سبز رفتیم و عرب خوردیم و خلاصه دیگه از بسیار از عذا خودش میگفتش که از عذا در اومدم. به ما گفتش که خدا بیامرزه مادرشون فوت کرده بود. بعد خلاصه به ما یه حدث داد و گفت، من گفتم خب من باید بیام دیگه، باید بیام خدمتتون برای ادای احترام بیام خدمتتون. راه افتادم و اتفاقا گفتم بهتره با اتوبوس و وسیله نقلیه دیگه برم، با ماشین نرم چون خونه نوستم مونه ها رو پیدا کنم. خونه تونم مشکل بود واقعا پیدا کردن. آقا خلاصه ما هرچی رفتیم این کوچه اون کوچه یه تلفن کردیم بزار گفت از این ور بیا از اون ور نرو از این ور بیا. خلاصه اون ختم شب هفت مامان خدا بیا مرزشون گذشت، ما به این خونه نرسیدیم. این بهتر خاطره بود که فردا گفتم بذارشون این حادثه ها دیگه به ما نرسید.
اگه خواستی آدرس بدی باید درست بدی و اگه اینطوری باشه من هم اگه مادرم نمورد بود مادرم اگه مادرم ببینه یه آدرس ببینه پیدا نکنی ها. و همیشه خصوصیتش این بود که میگفتش که آقا بچه ها الان تعریف کنین کجا هستین. امیر بگو الان کجاییم. خب الان کجاییم اشتی امیر تعریف بکن ببینیم. فیل سواری که کردین میده آره میدونم بزن. اسم اینجا چیه؟ شینون پارک لیکس. این پارکینگه بابا ما پارکینگ. اسم کجا هستین؟ شیرین ما الان کجاییم؟ خانم شیرین فدوی؟ شیرین خانم شیرین فدوی؟ خانم شیرین فدوی؟ مقعد میکنیم باز میدیم دو مرتبه پیش خاله زری. اینجا الان خودشم میگه اینجا فلان جا هستش تاریخ فلان هست این هستش اینجا هستش ما در اینجا هستیم داریم میریم اونجا. اینجا اسمش گروتنی هلمه. هلم یعنی جزیره. گروتنی جزیره. یک دونم سرباز بیشتر نداره برای نگهبانی از این همه عظمه. ببینی کیف کنیم. من به دنیا اومدم تو هم 4 سالت بوده. میگه فیل دوربین شروع میکنه میگه امیر سرتو بگیر بالا سرتو بگیر بالا امیر تا میتونی سرتو بگیر بالا فکر میکنی که این تایو از این سرتو بگیر بالا بازی کنی تو باز کنی سرتو بگیر بالا امیر سرتو بگیر. من توی مسافتی که با رضا کردم اتفاقا پشت صحنه یا پشت دوربین چندین بار پشت سرش وایستادم و زمانی که داره فیلم برداری میکنه و توضیحاتی که داره میده برای دوستانی کسی که میخوام فیلم رو ببینم خیلی دقیق خیلی مسائل رو میگه و گفته میشه و دوست داره هم احساسی که خودش داره پشت دوربین و همه اون احساس رو بفهمونه توی فیلم. جالب به نظر من اینجا ایستگاه راه آهن استکهلم. خب اینجا راهن استکهلم ها اینجا سالون راهن استکهلم ساعت 3:07 دقیقه بازن یک قسمتی از راهنه. همیشه میگه خب تعریف کن ببینم شیرین تعریف کن ببینم الان کجاییم امروز چه روزیه چه ساعتیه ما کجا هستیم. خب بعد خودش هم دوربین رو میچرخونه و این اخلاقش خیلی جالبه. خانم فدایی توضیح بفرمایید اینجا چی شده. خیلی هم مهمه خیلی هم قدیمه خیلی هم خطرناک. یه رپورتر مهربان میشه. ما هم رفته بودیم یوگسلاوی سابق یه قسمتی از یوگسلاوی سابق بعد فرصتی دستش اومده بود که دوربین دستش بود یه شبی بود که داشتم یه گاردن پارتی بود اونجا بعد دوربین دستش بودش فیلم میگیره رفت دید که دختر خواهر من مثلا اون زمان یه بچه روژان یه بچه مثلا 10-11 ساله بود خیلی تک افتاده. بلافاصله امیر بلافاصله دوربین رو داد دست شیرین خانم و گفتش که این بچه رو من باید ببرم و یه جوری مثلا تهندومش بکنم. اینجا یه چیز خیلی جالبی دیدیم که بعد نیست شما هم ببینیم. ما همه جور زندانی دیده بودیم، زندانی سیاسی، زندانی قتل و غارت و تجاوز، ولی تلویزیون زندانی ندیده بودیم. این بند خود تلویزیون مثل این که احکام اقدامی رو اجرا نکردی کردنش تو زندان. بهترین مسافرت های ما و که به بابا من میدونم خیلی خوش گذشته اونایی بوده که دورمون شلوغ بوده از جمله ترکیه، کانادا، آلمان، قبرس حتی رفتیم چون که دور شلوغ بوده همین کسایی که دوست داره فامیل، نزدیکا اونجوری بیشتر بابا حال میکنه تا اینکه تنها خودش باشه بره جایی. البته خب به مامان مسافرت زیاد رفتن مادام میسیوی. گل گل من چقدر مثل بقیه گلا شدی. حتی گاهی وقتا که مثلا من تشویقش میکنم که خب تو یه موقعی بایستی
برای خودت باشی، نمیدونم با دوستانت، بازم با دوستانش میره وگرنه بیشتر که خب با خانواده رو دوست داره، ولی دور هم بودن رو دوست داره دیگه، به قول عمه دور همی رو خیلی دوست داره بابا. من فکر میکنم این یه چیزی نیست که آدم بخواد عرضم به حضورت یاد بگیره، این یک چیزایی توی یک سری وجوده، یک سری آدم ها هست، توی یک سری نیست، توی یک سری تو وسطه. من از زمانی که برادرم رو شناختم این عجیب آدم رفیق دوستی بوده، همیشه هم با دوستای قدیمیش رابطه های خیلی خوبی داشته. حالا خود منم تقریبا یه اینجور صفتهایی رو حالا هم از پدرم هم از برادرم آموزش دیدم، یه مقدارش هم واقعا ذاتیه که اصلا یه خاصیتهایی هست تو بدن آدم یا تو روح آدم که اصلا نمیتونه دوستاشو فراموش کنه. یکی از خصوصیات دیگه رضا که خب خیلی جالبه، خیلی خوبه به نظر من، ولی خب ممکنه که بعضی دیگه ناراحت بشن از این مسئله، اینه که دوست داره که همیشه دور شلوغ باشه، ولی رضا دوست داره که فرضاً یه مسافرت که میخواد بره همه رو ببره با خودش، همه دورش باشن، از ایران فامیلاش بیان، از آمریکا، کانادا، از سوئد تمام دوستان بیان. این ملکه سوئد، اینم شاه سمت راستشه، اینم عروسیه دخترشونه، اینم شیخ علی مشهدیه. هرکی رو را نمیدن اینجا بیاد، ولی ما دیگه اینقدر مهم بودیم ما رو را دادن. و پدر مادر این بدبخت کجا؟ اینا رو را ندادن، اینا دهاتی هم بابا. من قول میدم که تا آخر عمرم با تو زندگی بکنم، تا زمانی که بمیرم تو زن من نیستی. آخه گریهش گریه اما انکهت و زبشت و زبشت دو جفت. خب سرزنش هم محسوس چون پدرمونو حق داشته دیگه، باستی بکنه. دوربینو بگی بالا. اونجوری که الان فیلم نمیگیره، اینجوری این طرف این طرف کج نگیر، این بر بگیر. ببریم دریا. دریا؟ آره. آبش گرمه؟ گرم. چند درجه یعنی؟ الان 25-6 درجه هم. 25 درجه؟ چونی که گرفتیم خزی همه میکنی. آقای ترنی تعریف کن ببینم، میخوای چند فوت بخوری؟ 30 فوت، 40 فوت، 50 فوت، ولی فعلا امشب بنا بودم 30 فوت بده. الان دیگه خیلی خسته شدیم از صبح، رو رفتیم ریخمون در اومده تقریم، جای همه ورزشکارا رو هم خالی کردیم. آره، مخصوصا آقا وحیدی که آقا وحید نه خودش دو نفر رو خیلی زیاد یاد کرد، یکی وحید زیاد یاد کردیم، یکی هم خالزری رو. این دو نفر کسانی هست که من فکر میکنم میتونم با خواب و پای لنگ من که کجا رو داریم میگیری؟ الان هندوستان رو داریم میگیری؟ خب الان هم کج میگیری؟ نه بابا دیگه اینقدر اذیت نکن، دماغ منو خوش اینو کشو بگی خوشگله. خب البته با ما خواننده که نیستش، ولی تصداش خیلی خوبه، مخصوصا توی حمام. شعر آفتاب لب کوه نور افشونه رو بخون. آفتاب لب کوه نور افشونه سما بر جوشه، یارم تنگ تل این یارمه، یارم تنگ تل دوش گرفته سبزی می فروشه. نه این طرفه روزی سر سنگ آقای به هوا خواست و یه زمان خیلی میخوند. بعد نمیدونم چی تحول درش ایجاد شد دیگه، از سر سنگ آقای به هوا بلند مدت هاست که از سر سنگ آقای به هوا بر نخواسته، ولی آره تکی کلمه هایی داره، تکی کلمه های تکراری داره، شاید این تکی کلمه تکراری رو برای رفع اضطراب میگه، شاید مثلا جوان یه چند مرتبی به چند نفر گفته جوان، اونا خیلی ترش کردن. ما تو ارتش که بودیم این آقابا رو نشونه ما میدادن و اینو برای ما میخوندن، ای نا خدا یا آسمان،
ای ناخدای آسمان، یودی جدید و من پرنیان، دادی ردی ردی پرنیان. بسته دیگه آبا ریدی کنم از آخر از سبیر که میگه اکه هی پسر، ما تو این خونه 4 نفریم، با مادر جون میشه 5 نفر. اگر هر کسی بخواد یه جفت کفش باشه داره میشه 5 جفت کفش. هیچ که مثل بابا نمیشه. و همیشه خودش از همین بیشتر کفش داشت. من یه خودم با اجازه شما از خودم بگیرم، دلم تنگ شده برای خودم. آرزه خودش میگن یه تلفن با خودت بزن. یه وقتا که تو تلویزیون شاهنشاه آریا مهر نشون میده یاد داداش میفتم. اون بابا شاهنشاه آری از مهر بوده. من خوشحال میشم همیشه که رضا توی جمعی که نشستیم هر وقت اصلا منتظرش میشم که پاش یه چیز صحبتی بکنه که جلب توجه کنه و این برای من خیلی جالبه. تو همیشه میکنه ماشاءالله هر وقت هم که یه جا هستیم یا تو باشگاه یا بیرون یا مهمونی که هستیم رضا بالاخره یه تیکه های خودش داره که باید اینو بگه دیگه. خدا شاه میهن، خدا شاه میهن. چند وقت پیش خدا ششید روی شاه، ملک رو برداشت بردش ریختش دریا، ملک بی ملک. خدا شده بود خدا. بابا ما هم مستیم نمیدونیم چی میگیم، چرت و پرت میگیم. ریدی بابا با این حرف دادن. خدا شاه میهن در خصوصیت بعدش نیست، کلیدو فراموش میکنه. آها کلیدو فراموش میکنه، همه چیش میزون. آها خاطره مثلا اونجا تو کوهستان اون ماجرا اتفاق افتاد که من دیگه نمیخوام جلوی دور بگم و خود خوب یادشه، اما کلید رو یادش میره و واقعا کلید یادش میره. منم از اون برات نخ گیره بزنیم. الله اکبر. خب یه سال راحت تر باز. من فکر میکنم اگر که رضا کارش همین کاری که شغلی که الان داره نداشت، میتونست یه ورزشکار خیلی خوبی، مربی خیلی خوبی باشه. ورزشکار خوبی که هستش مربی بسیار خوبی باشه. من فکر میکنم اصلا جامعه، یعنی اون لباس اندرزگویی رو، لباس خط دادن رو، لباس معلمی رو، لباس مربیگری ورزش رو، این حتما مربی میشه. من فکر میکنم اگه بابای ما شغلش مهندس الکترونیک نبود، والا یا رپورتر میشد یا کمدین میشد و یا یه باقی وحش کلاغ داشت. قصاب بابا اگه مهندس نمیشد، اگه کشتیگیرم که نمیشد که البته شد، فکر میکنم مربی تمرین که اونم خب یه جوری شد، ولی فکر میکنم اگه اونم نمیشد بابای خوبی میشد که اونم که شد البته. نه فکر میکنم کلن میرفتی کار ورزش و دوچرخه و شنو و نمیدونم کلاغا و خیلی کار زیاد هست واسه بابا، توی همه شغلا هست ماشاءالله. بزنیم تخت بزنیم در مورد رضا یه خاصیت، یه اخلاق به خصوصش، مخصوصا در جب اون کلاغهای نزدیک خونش. من همیشه این خاطره رو دارم، هر کلاغی من تو خیابون میبینم قار 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 میکنه و داره دنبال یه چیزی میدوه رو هوا یا داره شیرجی میزنه، یاد رضا میافتم. میگم رضا داره چیکار میکنه؟ داره غذا رو میده. من این رفیقای رضا هم فکر کنم، فکر کنم یه همیشه با خودم دارم تا آخر عمرم کلاغ میبینم، یاد رضا میفتم. یه دونه توتی خوشگل. همچین ثابت بایستده که آدم فکر میکنه کلاغه.
خیلی رابطه خیلی خیلی خاصی داره با پرنده ها. موش میخوای بخوری؟ چرا اینقدر پرنده رو دوست داری؟ به هر صورت همیشه سعی میکنه هر جا پرنده میبینه تغذیه رایگان بهشون میده. هلو نایس تو میت یو. هلو چرا اونجوری باید حرف میزنی؟ هلو هلو آی شب تو خونه بریم چی میگی؟ سلام آقا، سلام خانم، این دوتا خانم بیاد چی میگی؟ این هم بهت جواب میگه تو چیه سبز؟ من میخوام بریم هندوستان. هلو هلو بابای ما خیلی حیوان دوست داره، نه تنها مردم دوست است، نه تنها فامیلش دوست داره، عاشق ما بچه ها و خانمش هستش، بلکه حیوانات هم خیلی دوست داره، از جمله پرنده ها. بابای ما یه فشنخون عجیبی داره به پرنده ها و مخصوصا کلاغ ها. یه خورده بذار رو سره کفدرا رو نونو. آها آها به مادرت هم بگو. یه چیو ماما سر من رفت سرم. یه خود نون بذارو. این جریان خیلی جالبه. بابا همه حیوانا رو دوست داره، یعنی میشه گفت حیوانا رو بیشتر از من دوست داره. خلاصه هرچی اضافه از غذا میمونه میگه که ببین این حیوانا هم یه نوع آدمی هم دیگه، بده بقیهشو به اونا بده. خلاصه چی حیوانا جمع میشه؟ حیوانا که چی؟ یعنی کلاغا جمع میشن. مامان هم خوشش نمیاد. چرا؟ چون که وقتی که کلاغا میان موشا هم میان. موشا که میان اونجاست که نادرست میشه. یه روز مامان اومد از سر کار، دیدش که کلاغا جمع شدن، ریختن روی این مرغا و نمیدونم گوشته اضافی که بابا داده. بعد من از پشت علکی برداشتم اینطوری با یه یعنی پری بود چیزی بود اینطوری کشیدم پای مامان. این بهش میگم مرغ کچل. مرغ کچل نال سر کن. بیشاره لنگم هست. کلاغای بابا توی الفکو مشغولن، از هر کی بپرسین کلاغای آقا رضا کیه میدونن. صبح به صبح پا میشد به اینا غذا میداد، نون واسه شون میریخت. یه روز مثل اینکه یادش رفته بوده، بعد سوار ماشین میشه که بره سر کار، تازه دیرش هم شده بوده، میاد که به پره تو ماشین کلاغا حمله میکنن مثل آلفرد هیچکاک. بعد حمله میکنم به ماشین و اینا که چی شده اینا، ماما میدوه بیرون چی شده یا هیچی. بابا کلاغا رو یادمون رفته غذا بدیم، تو خدا یه چیز بهشون بده مگه منو میکشن. ما یادم نمیره که شاید مثلا بابا یه چیزی نزدیک 15-16 سالش بود، ما کوچیک‌تر بودیم. یه روز اومدیم دیدیم دو تا خروس خریده، دو تا خروس گرفته، خروسا رو آورد خونه. از اولش هم خیلی با حیوانا خیلی حال میکرد به قول خودمون. بعد این خروس بزرگ شد و یه چند وقت از جوجه گرفت و جوجه خروس گرفت بود. با اینا دیگه خلاصه کلکل میکرد دیگه، کسی هم جرئت نداشت با اینا طرف این نامره با اینا نامهربونی کنه. بعد دیگه این خروسا عادت کرده بودن به داداشم، وقتی که این میومد در حیاتو که وا میکرد باور نمیکنی این خروسا دیگه حمله میکردن طرفش، میدیدنش اسم داد شناساییش میکردن، دوستش داشتن. و کسای دیگه هم غریبه هم که میومد تو خونمون اینا بهش میپریدن. خلاصه بارها و بارها بوده که من میدیدم که این با اینا حال میکنه، با این مرغ و خروسا. منم دیدم مثلا با حیوانات تو دیدی با سگای تو این باید نه چون نمیدونم که نسبت به سگ بودنشون خیلی 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 ببین خودشو میتونه رها بکنه و بعد اونا رو میتونه بیاره تو و این ویژگی خیلی خوبیه، خیلی خوبه. این ویژگی رو حتی میگم که اتفاقا ثبت بشه، این ویژگی رو حتی در مورد افرادی که پیش ما نیستن
دورن، خیلی خیلی دورن، شاید مثلا 6000 کیلومتر از ما دور هستن، ولی در یه موقعیت رنجاور هستن، خودشو واقعا میتونه بذاره. من دیدم که گریه میکنه، من دیدم برای این افراد گریه کرده. این کازاشو خورد الان داره چوب میخوره که دندونش رو مسواک بزن. موهاش این پوریا زده. یه مدتی که ما تو اهواز و خوزستان زندگی میکردیم هیچ وقت یادم نمیاد، ما تو بندر شاپور زندگی میکردیم، بابا تو اهواز بود، اهواز زندگی میکرد. بعد بابا یک روز آخر هفته ها فقط جمعه ها میومد خونه ما رو میدید. خدا شاهده پنج شنبه که میشد من اصلا قلبم اینجوری میزد که دعاشمون میخواد بیاد. اینقدر خوشحال بودیم، من و اسقرم، خب کسی رو هم نداشتیم اونجا، تقریبا غریب بودیم تو اون منطقه. وقتی این میومد انگاری دنیا رو به ما داد. من شب که میخوابیدم این دست دعاشم رو همینجوری میگرفتم، همینجوری میخوابیدم. ولی عزای عمومی بود. وقتی که بعد از ظهر روز جمعه میخواست بره، هیچ وقت یادم میره، انگاری دنیا رو سرم خراب میشد. خداحافظی که میکرد میرفت، من تا فردا شنبه که تو مدرسه بودم به یادش بودم، ناراحت بودم، میگفتم دعاشم باز رفت. تا هفته دیگه منتظرش بودیم که میومد. هیچ وقت اینا رو یادم نمیره، واقعا میگم به خدا. به هر حال آدمی هست که یه تکیهگاه بوده برای من. ولی خب دیگه زمان اینجوری شده که یه مقداری از هم دور شدیم، ولی مطمئنا قلبمون همیشه با هم هست. بابا بهترین خاصیتی که داره به نظر من اینه که خیلی دلبازه و به نظر من خیلی آدم قویه، شخصیت بسیار قوی داره و من تو عمرم کسی رو ندیدم که بتونه این دوتا خاصیت ها رو میکس کنه و بتونه همونطوری بمونه. کسایی هستن که زیادی تو زندگیشون به بقیه میدن خودشون شکسته میشن و کسایی هم هستن که زیادی به خودشون فکر میکنن و خیلی زیادی قویان، اونا هم شکسته میشن. ولی بابا این دوتا خاصیت ها رو به نظر من یه جوری توی درون خودش داره که من هیچ وقت کسی دیگه ندیدم. بابا خیلی خصوصیت خوب زیاد داره، از جمله این که خب ورزشکار بوده، اکتیوه، همش جنب و جوش داره و اینکه خب خیلی سوسیاله، هیچ کاری تنها دوست نداره بکنه، همش باید دورش شلوغ باشه، میخواد که هر چیزی که خودش احساس میکنه رو دوست داره که دور و برش هم بقیه احساس بکنن. اگه شاده، اگر مثلا جای جالبی میبینه، دیدنی هستش، نه دوست داره که همه اون چیزی که خودش دوست داره هم اونا هم این احساس رو بکنن. به این خاطره که هر جا ما رفتیم دورمون شلوغ بوده، یعنی ما نتونستیم این مسافت ابدی چرا رفتیم. رضا همیشه علاقه‌مند بود به اینکه دورش شلوغ باشه. با وجود اینکه ما توی غربت زندگی می‌کردیم، اصفهان دوست‌های زیادی داشتیم از همه به اصطلاح صنف‌های مختلف، چون ارتشی بود، خب خودش توی صنف افسرا بود، ولی حتی از کسای دیگه، مثلا حتی من یادمه که ما یه بار رفتیم خونه یکی از به اصطلاح این رفتگرای پایگاه که توی یکی از شهرستان توی ده بودش و رفتیم اونجا و حتی با اینطور آدم هم بابا سعی میکرد تماس بگیره. مثلا میپرسه از تو مسافرات ها، میپرسه مستر what's your name؟ What's your name؟ بوکا. بوکا، مستر بوکا. And what's your name؟ Mr. Barber, what's your name? Mamat. Mamat. Sal. It's good today? What's your name? Alassane. Alassane. What are you doing, mister? I'm making hat. Making hat. What's your name? Jan Koyegi. 16 Valentine. How old are you? Yes.
What is your name? Muhammad Ali Clay? No? And what are you doing? Just painting the woman? Painting. Can you paint me also? What's your name, guard? What's your name? My name is Chuni. Chuni? Yeah, yeah. How are you, Chuni? Yeah. Chuni Chandi. Madam, what is your name? What are you doing? How are you? I'm fine, how are you? Fine, thanks. Good. This is she. Yeah. Fatu. Lena. Fatu. Lena, yeah. Lena is Hello, Lena. Yeah. You working here? Yes. What's your name? My name is Maimuna. Maimuna. Yeah. What it means? My name. It's your name. Nice name. Yeah. It's plenty nice tree here. به همه عربا میگه محمد. محمد, well, how are you doing? Well, محمد, and where is this? And محمد, where can we go there? همه عربا اسمشون محمد. حالا نمیدونم چرا. مستر محمد. حسن. 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 محمد. محمد النبی. King. King محمد. طلعت اقول لكم نشل المعلم معلم ايوه معلم ولاد اللي هناك ده صغير المعلم ايوه انا عايزك المعلم بقى سيبك من احمد الله ينور كده میگه خب دوستان من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم فقط خواستم این وقت رو غنیمت بدونم از تک تکتون تشکر کنم که اومدین از راه دور از راه نزدیک بعد همین وقتتون رو میخوام بگیرم ممکنه یک ساعت طول بکشه البته از آخر میگه خب مرسی از وقتتون و امیدوارم که خسته نشدین از صحبتای من مینا دامر و هرر یای ویلی دولی تو هول تال ویلی دولی تول و در پاری هار اسکریویت نورا اولد خیلی زمانه مختلفی بلده فارسی رو که خب مثل بابو صحبت میکنه سوئدی به 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 که ده چه انگلیسیش پرفکته عربی کل دلت من عبدالله عبدالفتح Iran, Arab. Arab is very Muslim, least feel. Very Muslim. Over in Morocco, Muslim. Muslim. Morocco? Yeah, Morocco. Muslim. Allahu Akbar, Sama Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Anta Muslim, Muslim. حسن الخياط ايه افتح افتح الخياط ها ها هو جابك بفيل وهرا وهرا روح بخسارة هجروا منك ناس اشتارة وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة
مسافرت همیشه بابا دوربین دستش بود و از ما آقا اکبر کات یه خودم یه چپ اومد یوز خوری فیرش میکنم خواهم اتوری بزنم بد میشه نه آج راحت دندونم چیز داره نه بخو اوکی میخوام میشنم بگونم اگه یه خدا این هم من روشن کنم میشه برو بریم خب خواهجان آماده هستیم بله میخوای چیز بزنیم زیر تلوش نه الان پرفکس نمیفته نه الان عالیه یه ما ایرانی بودیم هستیم و خواهیم بود انگاری که مثلا تغییر پیدا میکنه فردا مثلا فردا نه یا سوئدی میشیم یا کرد میشیم یا لور میشیم یا آذری میشیم البته بابای ما سخنران نیستش ولی ممکنه توی یه البته بابای ما سخنران داره میگه الان مطمئنی؟ آره روشن آره البته بابای ما تو نم از بخندی ها صدا تعریف وقتی من حرف زمان بزن البته بابای ما خوصی در حیات هم باز بوده اومدیم نشستیم تو خونه و شروع کردیم غذا خوردن و یه غذا ها رو که تموم شد و دیگه داش هم بلند شد همین که اومدیم و یو دیدیم یکی میگه یا ابوالفضل آی بردن پریدیم رو چی شده چرخ و دستی دن آقا ما دیگه تا یک هفته عزای عمومی بود دیگه خودش که بنده خدا دیگه اشکش در من ششون ما هم دیگه باور کن دیگه از بخاطر اینکه یه دوچرخه بود لاغری مثلا یه چمقی میتونستیم سوار شیم اونم دیگه هیچی دیگه چرخه رو دزدیدن رفت که رفت گفت خب مثلا من لورم تو کجایی هستی؟ گفتم نهایت خانم نمیشه که لور که فوشه بعدا گفتم نهایت خانم آخه میدونی چرا میگم چون که هر دفعه من یه گوهی میخورم بابا میگه بچه مگه تو لوری خلاص این هم از این بسنین دست من رو نگاه کنیم با سر همون هم شده آره دیگه سر کن سر مادر جون سر مادر جون من دارم یه دونه فیلم ضبط میکنم خب شما ساکت باش صدا وگرنه پیچ نمیشه خب لطفا بعدا که من گفتم شما میتونی صحبت کنی صحبت کن خب پنج دقیقه فقط پنج دقیقه چون صدا میپیچه مرسی سارا نه بهش گرم میگم بفرم اینا رو زب کردی حالا همه رو شوخی میکنی نه خوب شد این لایفش کن کلک کردی نه نه اینا رو همه رو میچه یه بار رفتیم مندی اسکی بایده اسکی خوب زیاد رفتیم یه بار رفتیم اسکی دستش زد یه بار رفتیم اسکی ترمزش در رفت ترمز اسکی ها به وقتی که اسکی میکنه یه ترمز داره ترمزش برید فیلمه هستش میگه در رفت ترمز هم در رفت یه هفته گذشت دو هفته گفت احسان ورزش احسان ورزش هفته سوم که شد گفت احسان ورزش نکنی یه ورزشی وسط انتخاب میکنم من اول ترسیدم گفتم وای حالا بابا چه ورزشی میخواد من بده من دوست ندارم بسکتبال دوست ندارم میخواد منو بده بسکتبال نمیدونم فوتبال دوست ندارم میخواد منو بده فوتبال کشتی که اصلا دوست ندارم ولی یادم خیلی جالب کلاب بلا با خب آها در باره ریزه یه خاصیسی داره یه بزغاله بیا اینجا به کور بز مگه نگفتم برو اون طرف خب اون از روی عشق بازی صدره شده چون کور بز دوست داره و بزغاله دوست داره ولی خب دارم اینجا ولی یه چیز بدی نبود که نه همون اتفاقا اینجوری جالبه همش تنزیه هست همه هم خواهش کردن که خود چیز جالب باشه بعد نیستش دستشوی دیگه هم برفتن آره دیگه خب یه بار دیگه
بفرستم. نه بابا همین رو تو کلیپ کن بذار. آره نه اینو کلیپ کن بگو هر لحظه. این که میبینین آقای رضای تهرانی پوره، فرزند آقای از این ور بگیرن که خوشتیب ترم بشه نورزی. اینی که میبینین آقای رضای تهرانی پور، فرزند آقای احمد تهرانی پور، میخواد یه دونه براتون از این چیزای خوشمزه بگه. توی یکی از این توالت های شهرداری توپخونه اون بالاش نوشته بود خواهی که نبینن رقیبان هنرت را، برخیزه بکش دسته بالای سرت را. اون سیفونه رو بکش که رفیقات بهم نبینن چه هنری به خرج دادی. شب بخیر. نگردار، تو رو امام نگردار محسن، عجب میخندی ها.